سلام به شما و بینندگان و شنوندگان عزیز. عبدالغفار روفی هستم، عمر فرهنگ و گردشگری ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت پروان. در موقعیتی که ما شما قرار گرفتیم، قریه استوپی توپدره است. قریه استوپی توپدره در مسیر قرار گرفته که یک مسیر مذهبی بودیزم بوده، به این معنا که این ساحه ارتباط داره با ولایت ننگرهار، پشاور و کشورهای سریلانکا، نیپال و اون قسم تا ولایت بامیان. این مسیر یک مسیر بودیزم بوده. به امو اساس پیروان بودیزم در دوره کوشانی ها این مسیر انتخاب کردن، بقایای از جسد بودا را که مانند دندان، مانند موی، مانند استخوانش یا هر عضوی از بدن بودا را وقتی که فوت میکنه در 8 ساحه تحت قلمرو کوشانی ها اعضای بدن بودا دفن میشه، مثل مانند استوپه توپ داره. بعد از او باز این سلسله را اینا انکشاف میتن. آشوکا پادشاه موریایی هند وقت باز این بقایای جسد بودا را از این 8 محل میکشه، به 80,000 قسمت تحت قلمرو خود تقسیم میکنه، در محلات مختلف دفن میکنه. یکی از محلاتی که احتمال قوی وجود داره که یکی از اعضای بدن بودا ایجا دفن شده باشه، استوپی توپ دره ولایت پروان است. این ولایت پروان ساحات باستانی خیلی مهم داره که استوپی توپ دره یکی از ساحات مهم تاریخی در ولایت پروان است. این پیشتر گفتیم که 1150 سال قدامت تاریخی داره، مربوط به دوره کوشانی ها می باشه. از اثر حوادث طبیعی قسمان تخریب شده بود که در سال 2016 این استوپه یا آبده تاریخی مهم از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ به کمک مالی سفارت ایالات متحده آمریکا مورد بازسازی قرار گرفت. بدن خود استوپه مکمل مورد بازسازی قرار گرفت، صفحه 4 زولیش بازسازی شد، کارش نهایی شده. در چندین مرحله اطراف از این مورد حفریات قرار گرفت که یک تعداد آثار و ساختمان‌های تاریخی از زیر آوار خاک بیرون برآمد، ولی نیاز است که یک کمپلکس کلان است، باید حفریات بیشتر صورت بگیره که وزارت اطلاعات فرهنگ و ریاست اطلاعات فرهنگ در این زمینه تلاش‌های خود انجام میده که پس دوباره کار حفریات ادامه پیدا بکنه. و ما به این معتقد هستیم که هنوز هم آثار زیادی از تاریخی ساختمان‌ها، رواق‌ها، چیزایی که مربوط به آثار باستانی میشه هنوز هم در زیر خاک مدفون است. شما که میبینی خود استوپه را، قسمت‌های زیادی از این تخریب شده بود که حتی او کمانه که معلوم میشه تا قسمت‌های از این تپه خاک بود که باز بالاخره به اساس اونمون نمونه ها و که سابق مانده بود، باستان شناسی وزارت اطلاعات فرهنگ به مو سبک سابقه خودش ایرا مورد بازسازی و مرمتکاری قرار داد. از زمانی که از سال 2016 کار بازسازی و مرمتکاری از این آغاز شد و تا ختم سال 2020 ادامه پیدا کرد، پس از اینکه ای به این شکل در آمد و بر جهان و بر مردم معرفی شد، علاقمندی زیاد مردم به خود جلب کرد که سالانه صدها تن از گردشگران داخلی و خارجی به این جمعیت به خاطر دیدن از این روایت های مختلف وجود دارد که این استوپه توپ یکی از بزرگترین استوپه ها در تحت قلمرو اداره کوشانی ها بوده، یعنی نظیرش نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای منطقه وجود نداره. به همین لحاظ، به همین ویژگی طوری که شما در جریان هستید که ماه گذشته برنامه برگزار شد در کشور تایلند که این استوپه در نو ساختارش به خاطر مرمتکاری که مونومی مرمتکاری و ظرافتکاری که مسابقه مطابق به استاندارد بین المللی صورت گرفته بود در ساختار از این حفظ شد. به همون لحاظ این جایزه لیاقت و شایستگی را از آن خود نمود و به درجه 3 قرار گرفت.
به طوری که به شما معلوم است که هر ساحه تاریخی که مورد حفریات و مرمت کاری قرار می گیرد از او آثار تاریخی به دست می آید که در نتیجه حفریات از این ساحه استوپه توپ دره حدود 100 قلم آثار تاریخی به دست آمده، شامل ظروف سفالی، ابزار سنگی، ابزار فلزی اینا که فعلا در موزیم محلی ولایت پروان نگهداری میشه که یکی از با اهمیت و ویژگی این ساحه افزوده میشه. ما تلاش میکنیم که استوپه توپ دره به یکی از مکانهای عایداتی مهم که در بخش گردشگری است و نزد مردم پروان، مردم افغانستان و خارجی ها نقش اساسی داره و ظرافت و زیبایی خود داره. به مو خاطر ما تلاش میکنیم که به یک منبع مهم عایداتی ما بدل بسازیم.